چرخه آبشان وابسته به فناوری هستند که با انرژی برقی حاصل از نور خورشید کنترل میشه. این میشه شهر سبز. و شهر سبز هم یکی از چالش‌های هست که در آینده حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. این هم از جزئیات در مورد فیزیک حالت جامد. به دلیل اینکه فکر میکنم بعد از 5 دقیقه دیگه ممکنه این میتینگ تمام شود. اگر دوباره به ما فرصت داد که تمدید کنیم خوب، و اگر دوباره فرصت نداد مجبورم قطع بکنم و دوباره شما وصل شوید. حالا تا قطع میشه من پیش میروم. میرم حالا دنبال پژوهش‌های علمی در فیزیک. میبینیم که همین فیزیکدانایی که من ازش صحبت کردم، فیزیکدان حالت جامد یا فیزیکدان‌ها به صورت عموم چیکار میکنن؟ چیکار میکنن که کارهایشون تکراری نیستن؟ چیکار میکنن که کارهایشون همیشه موثره؟ و چطوری عمل میکنن؟ از کجا شروع میکنن؟ چه چیزایی رو در نظر میگیرن؟ این نکات بسیار مهمه، نه تنها برای بچهای فیزیک بسیار مهمه، بلکه برای تمام رشته‌هایی که از متد علمی استفاده میکنن. بچهای جامعه شناسی، علوم سیاسی، اینا از متد علمی استفاده میکنن، اقتصاد و بخشای دیگر از علوم اجتماعی و مثلا پزشکی، علوم کامپیوتر، اینا همهشان از متد علمی استفاده میکنن و چیزهایی که در اینجا در مورد صحبت خواهم کرد به درد همه اینها خواهند خورد، چیزهای عمومی هستن. اما من از فیزیکدانان شروع میکنم. ما فیزیکدانان رو به دو دسته تقسیم میکنیم. فیزیکداران یا تجربی کار است که در آزمایشگاه با دستگاه ها کار میکنن، یا تئوری کار است که به صورت مدل سازی در واقع توسط کامپیوترها، معادلات ریاضی و غیره و غیره کار میکنن. تصویری که در اینجا مشاهده میکنید چند فیزیکدان خیلی خیلی معروفه، از جمله خانم ماری کوری که یک فیزیکدان تجربی کاری خیلی ماهری بود که 2 تا جایزه نوبل گرفت، هم در شیمی و هم در فیزیک. و خانم ویرا روبین است، یکی از خانم‌های بسیار تاثیرگذار در دانش فیزیک به خصوص کیهان شناسی. من زمانی که سال 2015 زمانی که زندگی نامه خانم روبین رو خواندم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. در شرایطی بسیار سختی فعالیت کرده، با تبعیض جنسی بسیار شدید مواجه بود، اما نهایتاً ترک نکرد، با سماجت پیش رفت و ماده تاریک را ایشان کشف کرده، همین خانم ویرا روبین. آقای تسلا را که میشناسید نیاز به توضیح نیست، و همینطور آقای رونتگن، یکی از فیزیکدانان تجربی کار کشف ایکس را کشف کرد. و این تصویری وسطی از این نظر برام جالبه که در واقع 2 تا فیزیکدان نظری را نشان میده که بسیار صمیمی و در حالت عادی با هم کار میکنن. این سیگار کوبایی و این حالت نشستن و غیره و غیره نش برای من گویا از جذابیت خاصی برخورداره. اینها فیزیکدان‌ها هستند و فیزیکدانان نظری کلاً با ریاضیات و مدل‌ها کار می‌کنه، در حالی که فیزیکدان تجربی آزمایش می‌کنه، اشیاء رو می‌سازه. و همینطور به صورت عموم یک خصومت دوستانه بین فیزیکدان تجربی و فیزیکدان نظری وجود داره. این خصومت دوستانه معنیش اینه که از یک طرف اینها اکثر اختلاف نظرهای بسیار جدی دارن، از جانب دیگه اینها با هم به شدت همکاری میکنن. کاری که فیزیکدانان نظری میکنن اگر توسط فیزیکدانان آزمایشگاهی تأیید نشوند، ارزشی برای جامعه علمی نخواهند داشت. ممکنه که در واقع ذهنیت هایی را منتقل میکنه به فیزیکدانان، به کسانی که به فیزیک علاقه دارن، اما اگر توسط فیزیکدانان تجربی تأیید نشوند اهمیتی ندارن. فیزیکدانان نظری میاد مثلا اینو مطالعه میکنه که جهان چگونه هست، بر علاوهش به اینم توجه دارن که جهان چگونه میتونه باشه، بر علاوه که اینطوری هست چگونه میتونه باشه بر علاوه این. و همینطور فیزیکدانان تجربی میاد کاری که در آزمایشگاه انجام میده، میاد میبینه میگه خب حرفی که شما زدید باشه، ولی چیزی را که ما در آزمایشگاه نشان دادیم اینه، فلان تئوری شما را تایید میکنه و فلان حرفی که زدید با این آزمایش تایید نمیشود. و همینطور هم اختلاف نظرهای شدید بین هم دارن و هم در واقع همکاری های بسیار جدی. به همین خاطر رابطه بین فیزیکدانان نظری و تجربی رو با تحت عنوان خصومت دوستانه میشناسیم ما در فیزیک. خب
اینجا دوباره من فیزیکدان ها را آوردم در سه گروه تقسیم میکنم. یکی که مطلقا تئوریکار است، مثل مثلا آلبرت اینشتین یا ایزاک نیوتن، اینا با ریاضیات و معادلات ریاضی و اینا وقت میگذرانن. یک مجموعه دیگه هستن که همین معادلات ریاضی را به کمک بچه های کامپیوتر ساینس، برنامه نویسی و اینا به شکل کد محاسباتی در میارن و فیزیکی که آنها در آن کار میکنن و بنام فیزیک محاسباتی یا کامپوتیشنال فیزیکس میشناسیم. و دسته ای هستن که کاری بچه هایی که شد بسیار خوب ادامه میدم. به دلیل همین دلیل 45 دقیقه میتینگ باید قطع میشه، به خاطر قطع شد. بچه های یا فیزیکدانانی که تجربی کار میکنن میاد کارهایی که توسط شبه سازان کامپیوترکارا شبه سازی شده را در آزمایشگاه انجام میدن. حالا این سیمیولیشن اهمیتش چیه در این چرخه؟ اهمیتش اینه که تئوری رو همونطوری که قبلتر نشان دادیم کار سریع و نسبتا ساده تریه و اکثرا کارهای بسیار پیچیده هست که در قالب تئوری نمیشه فهمید که این حرف واقعا درستیش در چه حده و همینطور آیا ارزش این رو داره که ما بخوایم آزمایش بکنیم یا نه، هزینه آزمایش در چه حده. برای همین پیش از پیش باید درست سیمیولیشن بکنیم، یک شبه سازی بکنیم تا بفهمیم که کاری که در قالب تئوری انجام شده است چی ویژگی هایی را نشان میده و این ویژگی ها برای صنعت چه اهمیتی دارد، ارزشش در چه حده و برای دانش فیزیک چه اهمیتی دارد. حالا چیزهایی که در سیمیولیشن ما مشاهده میکنیم ارزش آزمایش کردن رو داره یا نداره، هزینه‌ای که میخوایم در آزمایشگاه صرف بکنیم میصرفه یا نه، بعد تصمیم میگیریم برای کارهای آزمایشگاهی و فیزیکدان آزمایشگاهی میاد کار رو انجام میده. حالا همین بخش سیمیولیشن ما فیزیکدانان این حوزه را به نام فیزیکدانان محاسباتی میشناسیم و این فیزیک را به نام فیزیک محاسباتی یا کامپوتیشنال فیزیکس. این کامپوتیشنال فیزیکس از یک طرف به کامپیوتر ساینس نیاز داره، هم از نظر سخت افزاری و هم از نظر نرم افزاری، از یک طرف به ریاضی نیاز داره و از یک طرف به کاربردهای فیزیکی، یعنی کاری که دارن انجام میدن کسانی که شبه سازی میکنه با کدهای محاسباتی کار میکنه. این فیزیکدان ها باید بفهمد که کارشان از نظر کاربردهای علمی چقدر ارزشمنده، برای همین نیاز داره که همزمان هم از کامپیوتر ساینس هم از کاربردهای فیزیکی و صنعتیشان و هم از ریاضی استفاده بکنه. حالا این تحقیقاتی که گفتیم، این فیزیکدانایی را که به دو گروه تقسیم کردیم، این گویا مهمترین بخشیه که ما باید بهش توجه کنیم. اولین مورد شناسایی مسئله است. دومین مورد بررسی ادبیات تحقیق است. سومین مورد تنظیم سوالات اهداف ارزیابی تحقیق. انتخاب طرح مطالعه، تصمیم گیری در مورد طرح نمونه، جمع‌آوری داده ها، تحلیل و تجزیه و نوشتن گزارش، انتشار و استفاده از نتایج. که من همین مراحل را در دو چوکات، اول در حالت آزمایشگاهی و بعد در حالت شبه‌سازی توضیح خواهم داد. در پژوهش آزمایشگاهی شناسایی مسئله، بررسی ادبیات تحقیق، تنظیم سوالات و اهداف فرضیه ها در تمام رشته هایی که از متد علمی استفاده می کند مشترک. یعنی چی؟ یعنی که همه کسانی که کار علمی انجام می دهند اولین کاری که باید انجام بدن بررسی ادبیات تحقیق هست. یا در واقع بعد از این که ما این نکته را باید اینجا تأکید کنم که در یک تحقیق علمی مهمترین چیز پروپوزل است. پروپوزل چیه؟ پروپوزل اینه که شما در واقع تشریح میکنید که کاری که من میخوام انجام بدهم کار تازه‌ای هست، اهمیتش در این حد از نظر علمی قدر اهمیت داره، برای فناوری در این حد اهمیت دارد، این قدر هزینه میبره، ما به این قدر زمان نیاز دارم، به این امکانات نیاز دارم، به فلانی دستگاه آزمایشگاهی، به فلان کامپیوتر، به فلان نرم افزار نیاز دارم و اینقدر مدت زمان طول میکشه تا من تحقیق رو انجام بده. همه اینها رو در پروپوزل شرح میدیم. اگر پروپوزل نداشته باشیم برای تحقیق اصلا کسی توجه نمیکنه. اگر بخوایم برای مثلا مؤسسات تحقیقی که در دنیا هستن بریم تحقیق بکنیم در اونجا،
کارهای علمی انجام بدیم، اولین چیز پروپوزل که از ما پروپوزل میخواد. حالا برای نوشتن یک پروپوزل خوب بررسی ادبیات تحقیق بسیار اهمیت داره. قبل از اینکه ما پروپوزل رو بنویسیم باید بریم به صورت بسیار گسترده تحقیق کنیم که تا حالا چقدر کار شده برای موضوع، در واقع ماده و موضوعی که ما کار میکنیم، چه کسایی با چه متدی و در چه حدی در واقع کار انجام داده و نتایجشان با کارهای آزمایشگاهی اگر شبه‌سازی و نظری کار میکنن چقدر نزدیک است. این گزارش تهیه شود تا ما بتوانیم به واسطه این گزارش مشکلاتی که در تحقیقات قبلی وجود داره را تشخیص بدیم، تناقض‌ها و خلاهای پژوهشی را کشف کنیم و با استفاده از این میتونیم پروپوزل خود را بنویسیم و مسئله تحقیق خود را تشخیص بدیم. وقتی خلای پژوهشی کشف میکنیم، میبینیم که یک جایی را پژوهشگر از نظر انداخته و از طرف دیگه میفهمیم که اهمیت خوبی داره، بله یک تماس آمد، باز میخوام بخاطر این تماس فکر کنم امیدوارم صدام قطع نشده باشه. خلاهای پژوهشی رو کشف میکنیم و اون زمان متوجه میشیم که مسئله چیه و این مسئله رو در پروپوزال دنبال میکنیم. بعد از این تهیه گزارش، تنظیم سوالات هست، اهداف فرضیه های تحقیقی که میخوایم دنبال بکنیم یا عنوانی که میخوایم انتخاب بکنیم. این در تمام رشته ها مشترکه، در تمام رشته هایی که از متد علمی استفاده میکنه. اما بخش های دیگر انجام آن برای فیزیکدانان حالت جامد که در آزمایشگاه کار میکنند، در واقع در مورد کار آنها تشریح خواهم کرد. بعد انتخاب طرح مطالعه، بعد از اینکه عنوان، هدف، سوالات، فرضیه ها همه تهیه شد در قالب پروپوزل، کار عملی از جای شروع میشه که ما بریم ماده رو آماده میکنیم، ماده رو روش کار میکنیم، باید ماده رو آماده کنیم، از بازار بخریم یا به هر صورتی تهیه کنیم. نوع دستگاهی که نیاز داریم رو باید آماده کنیم، از چه دستگاه‌های آنالیز استفاده میکنیم، چه دستگاه‌های آزمایشگاهی، مثلا در فیزیک حالت جامد بیشتر لایه نشانی جا افتاده است، همه روی لایه نشانی بنوای مختلف کار میکنن. دستگاه‌های مورد نیاز رو آماده کنیم که در واقع در طول کار پژوهشی به آنها نیاز داریم. مرحله بعد تصمیم گیری در مورد طرح نمونه است. ما دستگاه ها را طوری تنظیم میکنیم که به هدفی که داریم نزدیکتر باشه، یعنی گاهی ممکنه فشار کمتری در فرایندی کار آزمایشگاهی نیازه، یا عرض کنم که خلا نیازه، فشار کب نیازه، دما چقدر نیازه است و تغییرات دیگه فیزیکی که ممکنه لازم باشه را روی دستگاه ها تنظیم میکنیم و این میشه شامل تصمیم گیری در مورد طرح نمونه. بعد جمع آوری داده است. فیزیکدانان آزمایشگاهی این کار را که در آزمایشگاه انجام دادن، مثلا ترانزیستور میسازن، دیود میسازن، عرض کنم که نمونه آزمایشگاهی سلول خورشیدی یا فوتوولتاییک میسازن، این قطعه که تهیه شد این را میبرن توسط دستگاه های مختلف آنالیز کننده، مثل آنالیز کننده فرابنفش، میکروسکوپ های الکترونی و روش های مختلفی فیزیکی و کیمیایی که در اینجا مشاهده میکنید، توسط این روش ها آنالیز میکنن داده هایی را که به دست میارن در قالب نمودارها، جدول ها ترتیب و تنظیم میکنن. بعد این جدول ها و نمودارها را تحلیل میکنن و محتوای کارشان را ترتیب و تنظیم میکنن و نتایج را به دست میارن. در نتیجه نهایتا این نتایج را در قالب پایان نامه، در قالب مقاله به جامعه علمی گزارش میدن. اینطوری است که فیزیکداران تجربی در واقع در این قالب کار میکنه و مهمترین کارشان همین قسمت تصمیم گیری در مورد نمونه است. شرایط فیزیکی استفاده از دستگاه بسیار حساسه، خصوصا شرایط خلا از اهمیت فوق العاده برخورداره و همینطور استفاده از دستگاه های آنالیز کننده ای که در اینجا نام گرفتم، ایکس افس، ایسکا مثلا، ایکس آر دی، میکروسکوپ های الکترونی، اینا خیلی اهمیت داره که کسی که پژوهش انجام میده باید کار با این دستگاه ها رو به خوبی بلد باشه. این از کار فیزیکدانان آزمایشگاهی. و فیزیکدانان نظری یا شبه سازی، این سه مورد اول رو دیگه در مورد صحبت نمی کنم، مشترکه. در مورد طرح انتخاب، اینها به جای اینکه برن نمونه بخره یا عرض کنم که دستگاه های مورد نظر رو تهیه کنه، میره سیستم کامپیوتری رو آماده میکنه.
مثلا ما به سوپر کامپیوتر نیاز داریم در شبکه سازی کامپیوتری با این لپتاپ های کوچیک انجام نمیشه، چون حجم خیلی بالا و هم حافظه خیلی بالا و هم رم خیلی بالا نیاز داره. و همینطور متد و نوع کد محاسباتی اهمیت داره برای فیزیکداران شبکه سازی و نظری. تصمیم گیری در مورد طرح نمونه اینه که در محاسبات شبکه سازی ما یک فایل داریم به نام فایل ورودی. ببخشید این نویز خیلی زیاده، اگه بعض دوستا به میکروفون خود قطع کنن خیلی خوب میشه. آقای ابراهیمی ببخشید صداش ما رو من ندارم، نمیدونم که بقیه دوستا دارن یا ندارن. جدول رو تحلیل میکنید و نتایج رو تحلیل، این نتایج را در قالب مقاله و برنامه به جامعه علمی گزارش میدم. من اینجا به صورت بسیار سریع اینها را نشان میدم که مراحل تحقیق ما چیکار باید. خب این سه مورد مربوط میشه به پروپوزل و تهیه گزارش. حالا پایگاه های زیادی هستن برای جمع‌آوری اطلاعات یا تهیه گزارش که من سه مورد را در اینجا آوردم. ساینس دایرکت است، گوگل اسکالر است و اشبرنگر. میتونید سرچ بکنید با کلیدواژه های متفاوت موضوعی را که به عنوان موضوع میخواید روش تحقیق بکنید سرچ بکنید و مقالاتی زیاد، کتاب های زیادی میتونید به دست بیارید و از اینها گزارش تهیه کنید. بعد تهیه سیستم کامپیوتری است. این عکس سیاهی که در اینجا میبینید کاری خود من است در واقع. اینا در حال انتظاره و این مورد داره اجرا میشه. هر اجرایی که من میگذارم روی یک سوپر کامپیوتر خیلی بزرگ که دانشگاه ما داره حدود 3 روز هر اجرای ما طول میکشه. بعد اجرای بعدی نوبتش میرسه، بعد و الا آخر. این میشه بخش انتخاب طرح مطالعه که در واقع تهیه سیستم کامپیوتری و انتخاب کد محاسباتیه. کد محاسباتی ما کدهای زیادی هستن که ما در فیزیک حالت جامد استفاده میکنیم. من 4 تا نمونه از کدها رو آوردم به دلیل اینکه کار من ترابرد کوانتومی بود. این ترابرد کوانتومی فقط توسط 3 تا از این کدها انجام می شود. کد کوانتوم اسپرسو این کار رو نمی تواند انجام بده، حتی در مطالعات دیگه از این کد ما به کرات استفاده می کنیم. و تصمیم گیری در مورد تهیه فایل ورودی. فایل ورودی یعنی کدی که ما در اینجا انتخاب می کنیم. مثلا من OpenMX رو انتخاب می کنم و یک فایل ورودی داریم تا OpenMX بشناسه، تصمیم بگیره که چی دستور دادیم ما به این کد و در داخل کامپیوتر اجرا بکنه، محاسبات ما رو انجام بده. این فایل جزئیات زیادی داره که در واقع ما کسایی که کارهای شبکه سازی انجام میدیم همه این جزئیات رو باید بدانیم. فیزیک همه این جزئیاتی که در اینجا هستن رو میدانیم، بعد میاریم اینا رو به قالب کاراکتر و اعداد وارد میکنیم تا کد محاسباتی ما اینها رو بشناسه. من به صورت نمونه اینجا آوردم، یک سایت اینجا معرفی کردن. در واقع چندین سایت داریم، پایگاه‌های اینترنتی هستن که ما میتونیم از اینجا همون یونیت سلی که در اول گفتم، همون یونیت سل ماده مورد نظرمون رو از این سایت‌ها بگیریم. که این سایت‌ها هم بر اساس مقالات تجربی که در این مورد انجام شده، کارهای تجربی که انجام شده در واقع این فایل‌ها رو ترتیب میدن. این فایل رو استخراج کردم، بعد آوردم توسط یک نرم افزار گرافیکی این را نشان دادن به این حالت بود و این را به صورت لایه تبدیل کردم. اینا را من کلن دستی انجام دادم، یعنی برای اینکه بفهمم که این اتم ها چرا اینجا هستن و اندازه این موقعیتشان، اینکه این اتم اینجا قرار گرفته، اینجا قرار گرفته، چگونه حساب میشه، چرا اینطوریه. این را با توجه به همون مقالات آزمایشگاهی که در این مورد وجود داره، مثلا در سال 1987 فیزیکدان ها آمدن همین ماده مورد نظر من رو، همین WST رو توسط روش XRD نشان دادن که اتم هایشان در کجا موقعیت داره، شکل شبکه کریستالیشان چطوریه و الی آخر. من اینها رو کلا دستی هم حساب کردم تا ماهیتش ته تهش رو بفهمم و نهایتا این رو به صورت این لایه تبدیل میکنم. این لایه رو تیوبش کردم و این تیوب رو بردم ازش محاسبات انجام دادم. حالا در این جدول نشان دادم که کار ما با کار آزمایشگاهی چقدر نزدیک است.
اینا داده های آزمایشگاهی هستند که در سال 1987 مشاهده کردن در مورد همین ماده ای که در اینجا میبینید. و اینها یک سری تغییرات یک متوسط نرم افزار وارد کردیم، میبینیم که این پارامترها تغییر نکرده. و همینطور اینها رو وقتی به شکل تیوب استفاده کردیم، قبل از اینکه توسط نرم افزار کار کنیم، همون چیزی که با داده های تجربی حاصل شده بود اینها هستند. بعد با نرم افزار این رو وقتی اجرا کردیم، دیدیم که تغییراتی خیلی زیادی به وجود نمیاد، در حد چند صدم انگستروم یا چند هزارم انگستروم تغییر میکنه. معنیش اینه که کاری که ما داریم انجام میدیم در تهیه فایل ویرودی که در موردش صحبت کردم، کاری که داریم انجام میدیم با داده های تجربی ما بسیار بسیار نزدیکه. خب بعد تصمیم گیری در مورد طرح نمونه، کاری که ما میکنیم در شبیه سازی همون اعمال شرایط مختلف فیزیکی که ازش نام برده بودم. من اینجا چند نمونه آوردم. این تیوب ما در حالت خالصه. بعد میام این تیوب رو داخلش مثلا یک اتم کپسوله میکنم، میبینم که این خواص فیزیکیش چقدر تغییر میکنه، یا این رو به صورت هتروجنکشن یا مواد مختلف رو با هم متصل میکنم، یا به این صورت. اینها تغییراتی هست که ما میتونیم در فایل ورودی وارد کنیم و محاسبات رو بکشیم بیرون، نتایج رو با هم مقایسه کنیم و نهایتاً جمع‌آوری داده یا گرفتن دسته‌بندی فایل‌های خروجیه که ما این فایل‌های خروجی که در محاسبات خودم می‌گیرم، این فایل‌ها هستن، این فایل‌ها در محاسبات کامپیوتری می‌گیرم و بعد نتایجش رو به صورت نمودار در میارم که یکی از این نمونه هاست و بعد این نمودارها رو ترتیب می‌کنم و تحلیل می‌کنم. من چون کارم به دو بخش تراورد کوانتومی، در دو دسته نتایج ترتیب کردم و با توجه به مطالعاتی که داشتم در همین حوزه، مقالاتی که خوانده بودم، دانشی که در مورد کسب کرده بودم، این نمودارها را تحلیل کردم. این نمودارها هر کدام و هر وضعیتی که در اینجا مشاهده می‌کنیم، از نظر مهمه که ما قبلا مطالعه داشته باشیم تا بتونیم از پس تحلیل این محتوا بر بیاییم. و نهایتاً کاری که انجام دادیم این رو به صورت گزارش می نویسیم، در قالب مقاله منتشر می کنیم که مراحل تهیه یک مقاله علمی اینها هستن. مهمترین بخشش مقدمه است. مقدمه همون تهیه گزارش تحقیق علمی از اون نام بردم. در مقدمه ما قشنگ توضیح می دهیم که فیزیکدان ها این کار رو انجام داده، یا هر کسی یا هر دانشمند، فرقی نمی کنه شامل کدام رشته علمی باشه، علوم سیاسی هم حتی علوم سیاسی باشه یا بخشای دیگه از علوم اجتماعی باشه، اقتصاد باشه، مدیریت باشه، هر کسی باید وقتی مقاله علمی می نویسه بدانه که به یک مقدمه نیاز داره. مقدمه چیه؟ انترودکشن. اینه که ما توضیح میدیم قبلا این کارا انجام شده و اینی کمبودات رو داره و به این مورد توجه نشده، به همین دلیل ما این عنوان رو انتخاب کردیم و روی این موضوع داریم این تحقیق رو انجام دادیم. در قسمت مقدمه در واقع ما توضیح میکنیم کار علمی که انجام دادیم و توجیه میکنیم که این کار ما چقدر اهمیت داره، و بعد متد و مواد و روش ها، نتایجش، نتیجه گیری و غیره و غیره، که اینا کلن در قالب یک مقاله علمی منتشر میشه که من اینجا یک نمونه آوردم. حالا از توجه شما سپاسگزاری میکنم تا این قسمت، امیدوارم خسته نشده باشید. در ادامهش من اینجا یک چیز را خدمت عرض کنم.